محسن نامجو علیه نیلوفر فولادی که اعتراضات اوریون انجام داد در امستردام در دفاع از انقلاب زنان در ایران، میگه که ایشون این کارو کرده به خاطر اینکه میخواد کیس پناهندگیشو کمک کنه. نه خیر آقای نامجو، نیلوفر فولادی یکی از دختران انقلابه. اگر به اعتراض اوریان دست زده، همونطوری که خیلی از ماها این کارو میکنیم، به این خاطره که جمهوری اسلامی 40 سال الان بدن زن رو به عنوان یک ابزاری برای سرکوب استفاده کرده و ما زنان آزاده میخوایم از بدنمون به عنوان یک ابزار برای رهایی و برای آزادی ازش استفاده کنیم. این بدن زن رو داریم بر میگردونیم به خودش که خودش تصمیم بگیره با این بدن میخواد چی کار کنه. داریم بهتون میگیم که اگر شما فقط راضی هستین که چند به جای مثلا چند تار مومون همه موهامون معلوم بشه با اون موافقین، برای ما کافی نیست. باید یاد بگیرین که نه فقط موی ما، بلکه بدن ما مال شما نیست، مال حکومت نیست، مال ملت نیست، مال پدر و برادر و مرد سالار نیست، مال خودمونه. تابو نیست، عیب نیست، شرم‌آور نیست. اینو خب مشخص شما نمیفهمین به خاطر اینکه شما خودتون یکی از شخصیت‌هایی هستین که در جنبش میتو زنان ایران به عنوان کسی که از بدن زن سوء استفاده کرده شناخته شدین. مشخصه که شما اصلا نمیتونین درک کنین که بدن زن در دست خودش چه ابزار قوی میتونه باشه، چه ابزار انقلابی میتونه باشه. شما میگین که به خاطر کار نیلوفر فولادی و امثال اون باید پناه برد به مسجد. آقای نامجو، جای شما تو همون مسجده، تو خود همون مسجده و خیلی هم مشخصه با صحبت‌ها و حرفایی که در طی این سال‌ها داشتین. حرف از اتحاد میزنین، اتحادتون برای نیلوفر فولادی کجاست؟ اتحادتون برای زنان آزاده کجاست که میگن بدنمون تابو نیست؟ مگه انقلاب زنانه نیست در ایران؟ ما الان سال هاست داریم میگیم که انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه خواهد بود. مگه شعار این انقلاب زنانه زن زندگی آزادی نیست؟ مگه هممون نمیریم تو خیابونا هر روز در سراسر دنیا و داد میزنیم بدن زن انتخاب زن؟ مثل که شعارها رو نفهمیدین، مثل که نفهمیدین این جنگ در مورد چیه. یه مقدار فکر کنین به جای اینکه همش حرفای ضد زن بزنین و به امید روزی که این مسجد که توی این مخ پوسیدتونه یه روزی ازش رها بشین و بتونین بدن زن و حق زن رو به رسمیت بشناسین. به امید اون روز.